دست شریر رای بده خداوند، برنامه ما به روی قدوست به پیش بشونی خداوند. تو کن با درود به ملت ایران. امیدوارم که همه چیز خوب باشه. امید و سلام عزیزان، امیدوارم که خوب باشین، امیدوارم که روز خوبی دا شروع کرده باشین، امیدوارم که هفته خوبی شروع کرده باشین، امیدوارم که خداوند دستش با شما هست و باشد و هست و خواهد بود. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم تا خداوند ما رو هدایت بکنه، به خداوند ما رو کنترل بکنه و از دست هرچی شریر ما رو رهایی بده. خداوند عزیزم، شکرگزارم، سپاسگزارم برای این برنامه خداوند. حقیقتا شکر میکنم ای مسیح خداوندم برای این وقتی که به من دادی خداوند، تا این خادم کوچیکت ای خداوند بتونه کلام تو از زبان من بیرون بیاد ای خداوند و بر قلب ها بشینه. خداوند امروز هر کلامی که از زبان من بیرون میاد بر قلب ها بنشینه و آبیاریش کنه خداوند، تا حقیقتا پیام نجات انجیل خداوند به گوششون میرسه، بگیرن این که پیام خداوند به نجات پیدا بکنن. خداوند امروز تو حمایت بکنی روی پاک مسیح خداوندم، من هدایت بکن و حمایت بکن. شکر میکنم خداوندا که دست پر از مهر و محبتت روی من به تمام ایرانیان و روی ایران هست. جلال از آن توست، به نام پر جلال عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان، امیدوارم که همه چیز به کام شما باشه. میدانم که خیلی سختیه، میدونم که خیلی گرفتاری این روزا زیاده، چون حکومتی داریم که حکومت ملایان، حکومت ظلم و ستم، که امروزم البته هر روز مردم شلوغ میکنن، هر روز مردم میان بیرون برای آب و نان و نمیدونم بیکاری و بیپولی و همه چیز، بیبرقی و بیابی و چی چیزی این حکومت به ما داد که یک چیز خوبیش بهش بگیم. روز به روز همه چیز بدتر و بدتر و بدتر داره میشه. حالا که بعد از دیگه 15 روز دیگه، یک ماه دیگه، تمام شرکت ها از ایران دارن میرن بیرون، همه قراردادها داره حذف میشه، تحریما سنگین و سنگین و سنگینتر داره میشه، ولی آقای رئیس جمهور با نمیدونم با چی پشتگرمی اونجا هست، میگه همه چیز خوبه، تحریما هیچ اثری به ما نداره، نمیدونم اینایی که میگن نفت نمیتونی بپوشی، هیچ کاری هم با هر کاری هم با ما بکنن، کشور ما گل بلبله که اصلا راحت داره میگذره. نگاه نمیکنن این تو خیابونا همه دارن مردم میان داد فریاد، آقا ما شما رو نمیخوایم، یا رفراندوم بذار یا برین دیگه، دزدیدین زدین. ببین نگاه خودتون نگاه بکنین، میگن آقا ما شما رو نمیخوایم، اگه با توپ و تانگ هم میگی به سر ما بزنی شما رو نمیخوایم. اینم منطقه یافت‌آباد تهران. چجوری مردم اعلام بکنن که آقا ما شما رو نمیخوایم؟ ول کنین این ملتو، آبرو حیثیت این ملت شما بردین. تحریم اومد دوباره، تحریم رو تحریم، بدبختی برای این ملت میان. شما که اینقدر دزدیدین، اگرم بریم پولتون هست، همه چی شما براست، بابا برین دیگه، پولت هم که برداشتی پولو بردارین برین، اون پولم نمیخوام. ملت ایران همون پولی که شما دزدیدین بردارین برین، نمیخوان.
حاضرن که همون پولا رو همه رو بردارین برین در کشور دیگه کاری به شما نهیم، برین در کشور دیگه زندگی بکنین. چون ملت ما دیگه از کشت و کشتار، از بیرحمی، از دیگه نمیدونم بی عاطفگی، از هر چیزی بگی خسته شدن ملت ما. واقعا دیگه این ملت خسته شده است. شما هیچ کاری 38 سال 40 سال هیچ کاری انجام ندادید، فقط بلدین اونجا چرت و پرت انجام بدین. خانمه میاد اونجا میگه که خانما ورزش بکنن حرامه، او یکی میاد میگه نمیدونم توی تلویزیون اگه نمیدونم فوتبال دارین نشون میدین حرامه، چون پاهای مردا معلومه خانما تحریک میشن، یا اون یکی میگه موهاش بیرون آقایون تحریک میشن. آخه شما فقط از کمر به پایین نگاه میکنین دیگه، این عقلتون کار نمیکنه. عقل دیگه اصلا خدا بیامرزه عقلتونه. آقا شما هستین، شما هم فسیل شده هستین، چی برای مردم چی میخواییم بیارین؟ دنیا روز به روز داره میره پیشرفت میکنه، شما روز به روز داره میرین توی 1400 سال گذشته. بابا با یه تلفنی که الان تو دستشته یا اسمارت فون مردی یه دونه دگمه رو میزنه همه جا رو، اخبارهای تمام دنیا رو میگیره، از همه چیز باخبره. شما فکر میکنین با این واسه فیلتر میکنین همه چی رو، اینترنت رو قد میکنین، مردم از همه چی باخبرن. I love ایران. حقیقتا ایران ما رو دوست داریم و ایمان داریم که با امسال سال پیروزی ملت ایرانه. اون هفته من صحبت کردم در رابطه با که خداوند در حزقیال 7 گفته بود که امسال سالیه که من شریران از ایران بیرون میکنم، امسال سال پیروزی ملت ایرانه، من خدای ملت ایران هستم، من خدای زنده هستم، منم که فرزندانم در ایران نجات میدم، من خدا هستم. شما هیچ کاره شما شریرین، امسال بدترین سال برای شماست. گفت تمام شریران امسال همه خودتون از بین میرین، چون خداوند میخواد آرامش گذشته رو به ایران برگردونه. خدا میخواد دست تمام ایرانی ها رو بگیره، امسال شادی آرامش به زندگی همه ملت ایران بیاره، چون دست خدا امسال در کاره. شما هیچ کاری نمیتونین بکنین. من ایمان دارم که خود عیسی مسیح تک تک به خواب مردم میره، ظاهر میشه به مردم، خودش پیام نجات انجیل داره میده، پیامی است که خودش داده. وظیفه ما مسیحیان در تمام دنیاست که زانو بزنیم در مقابل این خدا، دست نیاز ما رو به سوی خدا بلند کنیم و از خدا بخوایم که دست شریر رو کوتاه بکنه، چون خدا بالاتر از همه است. ما با این عقل کوچیک ما، این همه کهکشان، همین کهکشان شیری که ما زندگی میکنیم، یا این سر به اون سر، 200 سال نوری، 200,000 سال نوری میده این بر اون بر. حالا این یه تیکش از کهکشان، ببین تمام این کهکشان انتها باور بکن نداره. من نمیدونم ابتدا و انتهاش کجاست. خدای به این عظمتی رو ما میخوایم در یک مخ فکر و مخ کوچیک ما تحلیل بکنیم. هنوز نتونستیم این دوتا کره ما رفتیم یا مریخ باید بریم، هنوز نتونستیم اونجا، فقط یه بار رفتیم عکس پکس گرفتیم، هنوز نتونستیم یه آدم بره تا اونجا. حالا این یه چیزی نیست که دو تا مثلا دو تا کره مریخ، کره زمین، کره ما، شما نگاه بکنید این دوربینایی که الان درست کردن، میکروسکوپایی که درست کردن، میگیرن ببین چی کهکشان، ببین چی عظمتی داره خداییش. این خدای زنده است، نه خداهای مرده، نه بت‌هایی که خدا نفرت داره از اون بت‌ها. ما انسان‌ها رو خداوند آفریده برای اینی که پدری
عشقش اینه که وقتی ازدواج میکنه فرزندی به دنیا بیاره و عاشق اون فرزنده. خدای ما، خدای زندم، عین همین پدر میمونه. پدر مادری که فرزندی دنیا میارن، عشق میبرزن، خداوندم ما رو به این دنیا آورد که با ما عشق ببرزه به فرزندانش، عاشق فرزندانش هست. ولی فرزندی که به رای کج میره راهنماییش میکنه، میگه بابا این طرف نرو، این پسر جان، فرزندم، دخترم، این بر که داری میری رای که به قول ما یه مثال داشتیم، این راه که تو میروی به ترکستان است، یعنی رای بدی داری میری، خداوند داره تو رو راهنمایی میکنه، نه تو سرت میزنه، نه تو رو اجبار میکنه، نه زور میگه، چون دل این پدر میخواد که با تو فرزند زندگی شاد، زندگی خوب، آرامش کامل در خودش داشته باشی. بشناسی این خدا رو که این خدا کیست. خدایی به این عظمتی در جسم ظاهر شد، اومد روی زمین، روی صلیب رفت، خون خودش کفاره همه ما کرد. که فرزندان ببین چقدر شما رو دوست دارم که در جسم آمدم، خودم رو قربانی شما کردم. نمیخواد بره برای من قربانی بکنین، من خودم قربانی کردم خودمشون برای شما. این پدر، دل پدر اینه که خودش فدای فرزندانش کرده، نه خداها بتای دروغی که میگن بکش همه رو، سر بزن، هر که هر عقیده دیگری داشت بزن از سرش جدا بکن. نه، برای این مرده ها چقدر این پول ایران رفته، برای این مرده هایی که میگن که امام زادن گنبد طلا درست کردن، الماس درست کردن، چقدر پول این ملت رفته بابت این بت ها. خدای زنده رو که انداختن کنار برای بت ها، تمام ثروتی که خدا داده به ایرانیا بردن خرج این بت ها کردن. ملت، امروز شما باید آگاه باشین، امروز شما، دست خدا به سوی شما دراز شده، امروز زانو بزن به نام عیسی مسیح، از خدای پدر بخوا که مملکت تو رو نجات بده، تو رو حفظ بکنه. آرامش خداوند امروز به طلب. یک چند خط از قبلی میخونم، فقط چند خطو، چون اون هفته صحبت کردم، ولی میسی که برنامه ما رو هم فیسبوک قطع کرد به خاطر یه دونه شعری که گذاشت، سرودی که گذاشته بودیم، میگه که حتی علامت هم نداشت، ولی من میدونم دست شریع در کار، قطع کرد، یوتیوب قطع کرد، فیسبوک هم قطع کرد، کاری نداریم، ولی خدا بخواد کاری انجام بده میده. بشر نمیتونه، تو دست خدا کاری انجام بده، نمیتونه. یه دونه از برنامه من قد بکنین چیزی نمیشه، خداوند کار خودش میکنه، چه از طریق من، چه از طریق خادمی های دیگه، چه از طریق که خودش بیاد به خواب شما. میگه بلا و مصیبت پی در پی بر شما نازل میشود، عجل و عجل و پایان کارتان فرا رسیده. ای حکومت داران، اینو اون هفته بهتون گفتم، خدا گفت اینو. این هفته میخوام کوشش برای دسترسی با آرامش خدا باهاتون صحبت بکنم. در عبرانیان 4 میخوام شما رو دعوت بکنم که به آرامش خدا بیاین. کلام خدا به ما پیغامهایی که میده برای زندگی بهتر کردنه، نه دینهایی که بیان برای ما سخت بگیرن. ببین، دین با سیاست هیچ مطابقتی نداره، هیچ دینی نمیتونه بره تو سیاست کار انجام بده، چون سیاست کارش دغلبازیه، کارش دروغه، سیاست اصلا یه چیز دیگه است، کلام خدا، خداپرستی یه چیز دیگه است، اون مال شخصیه، مال خودته. وقتی تو خدای اصلی رو میپرستی، خدایی که به زندگیت میاری برای آرامش خودته، برای زندگی بهتر کردن خودته. ما
نمیگیم که مسیحیت بیاد اونجا حکومت ایران بگیره. اصلا هیچ کس راضی نیست که دین بیاد در حکومت. حکومت باید حکومت سکولار باشه، حکومتی باشه رو قانون، حکومتی باشه که به ملتش برسه. ملت اون حکومت انتخاب میکنه. وقتی ملت یک هیئتی، یک دولتی انتخاب میکنه، دوست داره که این دولت برای خودش خدمت بکنه و امانتی که کشوری که به دست این دولت مردان میسپارن، این امانته. اگه 40 سال این امانت شما در این خیانت میکنید، مردم 40 سال به شما اطمینان کردن ولی شما اطمینان مردم رو خیانت کردین. خیانت در امانت، امانتی که دست شما گذاشتن و هر روز هم دارین چرت و پرت به مردم تعبیر میدین. روز به روز همه دنیا دارن میگن بدتر داره میشه. از نمیدونم 2 ماه دیگه 1 لیتر نفت هم نمیتونین بفروشین. همه دارن میان بیرون، شما اونجا شعار میدین، شعار داخلی، مصرف داخلی که بله ما ملت ما اینقدر قوی هست که با هیچی هم برای ما نیاد میره. چجوری میره آخه؟ وقتی هیچ چیزی از هیچ طرف نیاد چجوری پیش میره؟ میخوای بری مثلا تو دامن شور روسیه؟ روسیه یک عمری در 2 عهدنامه گلستان و بوس ما رو داغون کرد، تمام کشور ما رو تیکه پاره کرد، گرفت. خیانتی که روسیه به ما کرد هیچ کس نکرد. همین الان هم 40 سال داره به خیانت به مردم میکنه این روسیه. من شمالی هستم، همسایه روسم. روسا هیچ وقت نیومدن برای بهتر زندگی کردن ما کاری انجام بدن. الان هم میگن که نفت خیلی خوب. آقای ولایتی رفته اونجا میگه نفت من میخرم. میگه نفت شما رو میگیرم، به شما وسایل جنگی میدم، یا وسایل های چرت و پرت دارویی، یا وسایل هایی که آشغالن از روسیه باید بیاد. همین هواپیما ها رو چند تا به ما دادن که همه سقوط کردن افتادن. از روسیه چی میخوایم بگیرین؟ ماشین های روسی، اون موقع فیات های روسی میومدن، من خودم نشستم فیات های روسی رو، اصلا ماشین های آشغال. روسیه هیچ وقت کاری برای ما انجام نداد که به نفع ملت ایران باشه، فقط به نفع خودش کار. هر دولتی به نفع خودش کار میکنه. دولت مردان ما نمیفهمن که این کشور مردم به دست اینا امانت دادن با شعار برق مجانی، آب مجانی، اتوبوس مجانی آمدن چیکار کردن به ملت؟ دلار شده 8000 تا، فردا میشه 10000 تا. یک دلار آمریکا شده 8000 خورده ای. دلاری که 6 تومن 5000 بود. پول ما رو اون موقع تمام دنیا قبول داشتن. پول ما الان اصلا پسیجی نمیارزه، اصلا ارزش نداره به هیچ وجه. 1000 دلار رو باید بیاری اونجا، یک کیسه باید پول بگیری ببری. تازه داشتیم پیشرفت میکردیم، رفتیم این جوانایی هم که مثل من رفتن تظاهرات کردن، ما که نمیفهمیدیم، ما یه دیپلمه بودیم. اونایی که اون سران بود همه نقشه بود که ایرانی که خوب زندگی میکردن میخواستن از بین ببرن ایرانو و بردن نابودش کردن. الان هم بهتون میگن که اگه ما بریم داعش میاد. خودشون داعشتر از همن. 40 سال این داعش بر شما حکومت داره میکنه. چه کشتارهای فجیعی که اینا نکردن، چه بیرمی که اینا نکردن، چه کارهایی که مخالف انسانیت اینا نکردن. مردم از خودام زده شدن. ولی من امروز بهتون اعلام میکنم، ببین، فقط اگه این کتاب پیام خوش انجیل رو بخونی تازه میفهمی که اینا این همه میگفتن خدا، خدای واقعی کیه. وقتی به این خدا رو میاری آرامش میگیری، به این خدا رو میاری زندگیت عوض میشه، خودت احساس میکنی که از اون زندگیت عوض شده. وقتی در خانواده یک پدر و مادر خوبی باشه، وقتی
کنترلشون خوبه، تحصیلاتشون، سوادشون، رفتار و کردارشون خوبه، بچه های اون خانواده بالا میرن. ولی اگر یک خانواده ای که پدر معتاد باشه، عرقی باشه، مادر ول باشه، فرزندانش چی در میان؟ ما الان به این روز افتادیم. بدیم یک سرودی اگه کارگردان عزیز ما حاضره، یک سرودی گوش بدیم، برگردیم به شما. آبی روان ساز در بیابان قلبم، نهرت را عیان ساز از تو سیراب گردم. آبی روان ساز در بیابان قلبم، نهرت را عیان ساز از تو سیراب گردم. همچون آهویی در بیابانم من، تشنه نهر توست این قلب و جانم. همچون آهویی در بیابانم من، تشنه نهر توست این قلب و جانم. میخواهم در نور تو ساکن شوم، میخواهم از روح تو من پر شوم. در برگیر این روح و جانم خداوند، میخواهم در نور تو ساکن شوم، میخواهم از روح تو من پر شوم. در برگیر این روح و جانم خداوند. آبی روان ساز در بیابان قلبم، نهرت را عیان ساز از تو سیراب گردم. آبی روان ساز در بیابان قلبم، نهرت را عیان ساز از تو سیراب گردم. همچون آهویی در بیابانم من، تشنه روح توست این قلب و جانم. همچون آهویی در بیابانم من، تشنه روح توست این قلب و جانم. میخواهم در نور تو ساکن شوم، میخواهم از روح تو من پر شوم. در برگیر این روح و جانم خداوند، میخواهم در نور تو ساکن شوم، میخواهم از روح تو من پر شوم. در برگیر این روح و جانم خداوند، میخواهم در نور تو ساکن شوم، میخواهم از روح تو من پر شوم. در برگیر این روح و جانم خداوند، میخواهم در نور تو ساکن شوم، میخواهم از روح تو من پر شوم. در برگیر این روح و جانم، یه بار دیگه اعلام میکنیم، میخواهم در نور تو ساکن شوم، میخواهم از روح خدا.
خداوند تو رو سپاس میگیم. ما تشنه روح تو هستیم، مثل داوود اعلام میکنیم دل. با درود فراوان به ملت عزیز ایران، ایرانی که سرفراز باشه، سربلند باشه، به ایرانی که میخوایم حقیقتا تمام ملت ایران شاد باشن. حقیقتا این آرزوی قلبی منه که تمام ملت ایران زندگی شاد داشته باشن، زندگی با آرامش، یک لقمه نون بخورن ولی با آرامش خدا باشه، با آرامشی که حقیقتا خدا میریزه بر زندگی آدم، که نه دغدغه داشته باشی، نه به خاطر پول باشه، نه به خاطر ثروت باشه. اون دفعه میگم خوندم ولی باز دلم نمیاد که تیکه از اون مال اون دفعه رو نخونم. میگه که پول و جواهرات خود را دور بریزید و مثل آشغال بیرون بیاندازید، چون در روز غضب خداوند این چیزها دیگر ارزشی نخواهد داشت. وقتی خدا غضبش بریزه، نه پول، نه جواهرات، نه مقام، نه هویت، هیچ چیزی نمیتونه ارزش داشته باشه و جلوی اونو بگیره و نخواهد توانست خواسته هایتان را برآورده سازد و شکمتان را سیر کند. زیرا گناه شما همین پول پرستی است. ای دولت مردان ایران، ای کسایی که وابسته به دولت هستیم، کسایی که برای پول مؤسساتی باز میکنین، یه بانکی نمیدونم اسمش هم خیلی چرت و پرت هست، نمیدونم چوری باید بگم این اسمو، چند 224 میلیارد پول این ملت گذاشتن اونجا که مردم بهره بگیرن، پول همه رو خوردن رفتن. خداوند داره اینو به شما میگه، همین پول پرستی است. به جواهراتتان افتخار میکنید و با آنها بت‌های نفرت انگیز و کثیف ساخته اید، پس ثروتتان را از دستاتون میگیرم. خدا بکنه فقط ثروتتون رو خدا بگیره، زندگی نکبتباری که بعد از اون سراغتون میاد، اونجا باید دعا بکنین که خداوند اونجا به شما صدمه نزنه. خدای غضبناکی نیست، ولی وقتی شما دولتمندان شریر بر ملتی 40 سال دارین ظلم میکنین، خدا دلش به درد میاد که فرزندانش اینجوری اسیر شما باشن. این پیغام خداست امسال برای شما. میگه در عبرانیان 4 میگه کوشش برای دسترسی با آرامش خدا. ما حقیقتا ما ایرانی ها با آرامش خدای زنده، خدایی که بشناسیم، نه اون خدایی که وایسیم به یک طرف فقط میتونیم دعا بکنیم، طرفهای دیگه نمیتونیم دعا بکنیم، روزی 3 بار میتونیم دعا بکنیم، به غیر از اون نمیتونیم. اون نیست. خدا این خدایی است که هر جا، در هر مکان، در هر زمان میتونی با این خدا حرف بزنی، دعا بکنی، راز نیاز بکنی، از خدا بشنوی. گوش شنوا داری، این خدا میشنوه حرفاتو، با تو جواب میده به تو. فقط باید ایمان داشته باشی، بایستی حقیقتا با این خدا را بری تا بشناسی این خدا رو. میگه زیرا با اینکه وعده خدا هنوز به قوت خود باقی است. همه رو میخونم، گوش بدین، نگه آب این خدا چی گفته، بعدن گوش بدین بیم بعدن چی میگه. اما ممکن است بعضی از شما نتواند آن را به دست آورند، مثل همین شریرانی که بر ملت ظلم دارن میکنن. وعده خدا برای همه است. حتی آقای خامنه ای که همین الان بیاد توبه بکنه به سوی این خدای زنده، به این خدا رو به قلب خودش وارد بکنه، به ملت خودش خدمت بکنه، همینم هم خداوند توبهشه، هر چی کرده از بین میره، توبهش خداوند قبول میکنه. بعضی که به ملت خدمت بکنه، زیرا همان گونه که خدا در زمان موسی
به قوم اسرائیل وعده سرزمین موعود را داد، در زمان حاضر نیز به ما این خبر خوش را داده است که میخواهد ما را نجات بخشد. فقط ایمان میخواد. خدا این وعده را داده که ما را نجات میده و میخواد ما را نجات بده، ولی ما بایستی جلو بریم، باید حرکتی بکنیم، زانو بزنیم، دست نیاز به سوی خداوند بکنیم، در نام عیسی مسیح دعا بکنیم، خداوند دعا بکنیم که خداوند این شریر رو وردار، زندگی ما رو، ایران ما رو آزاد بکن. خداوند زندگی ما پر از لجن شده، خداوند پر از گناه شده، بیا خداوند همه رو پاک کن، دوباره زندگی ما رو درست کن. ما این خبر خوش در زمان حاضر نیز ما این خبر خوش را داده است که میخواهد ما را نجات بخشد. اما وعده خدا به قوم اسرائیل نفی به ایشان نرساند. چرا؟ چون به وعده خداوند ایمان نداشتن. وقتی من ایمان نداشته باشم نفیم به من نمیرسه. من باید ایمان داشته باشم که خدا وعده میده، وعدهاش امینه، در وعدهاش انجام میده وعده‌هاشو، زیرا آن را باور نکردند و به آن ایمان نیاوردند. ما باید باور بکنیم که امسال سال وعده خداوند برای نجات ملت ایران، به دعا بکنیم و باور بکنیم، ایمان داشته باشیم که عیسی مسیح امسال ما را نجات میده. فقط ما که به خدا ایمان داریم میتوانیم با آرامش خدا دسترسی پیدا کنیم. او فرموده است. گوش داریم میدین؟ میگه فقط ما که به خدا ایمان داریم میتوانیم با آرامش خدا دسترسی پیدا کنیم. او فرموده است در خشم و غضب خود قسم خوردم که آنانی که به من ایمان نیاورند، خدا داره میگه، هرگز روی آرامش را نخواهند دید. شما فکر کنید این دولت مردانی که خدا را نمیشناسن، به خدا ایمان ندارن، آرامش میبینن در زندگی؟ این چند روز خوشی رو ولش کنید، اصلا چند درصد رو ولش کنید. زندگی لحظه است، نمیدونی که کی میمیری، کی زنده ای، کی چی به سراغت میاد، اینا رو نمیدونی. کسی که وعده‌های خداوند و ایمان داره، باور داره، با آرامش خدا میرسه به خدایی که، خدای زنده‌ای که ما به شما معرفی میکنیم، نه خداهای دروغی، نه بت‌های مرده، نه بت‌هایی که طلا میگیرن روش میذارن، نه. باید با این خدا رو بشناسی و با این خدا رو را بری. یک روزی خودت بشین نیم ساعت فکر بکن به این خدایی به عظمتی این جهان روی جسم آمد، به خاطر من تو قربانی شد که دیگه ما قربانی نکنیم. خدا قربانی های ما رو نمیخواد. خداوند این قلب ما رو میخواد که قلب ما با خدا باشه. دوست داره که همینجوری که قلبش با فرزندانشه، قلب ما با خدا باشه. هرچند که از همان ابتدای جان چشم برای ایشان بود که به سوی باز گردند و حاضر بود که ایشان را ببخشد، زیرا در کتاب آسمانی نوشته شده که خدا روز هفتم آفرینش، هنگامی که همه چیز را آفریده بود، به استراحت پرداخت و آرمید. خداوند از ما همینی میخواد، ما با خداوند باشیم و در خداوند آرمیده باشیم، در خداوند استراحت بکنیم. این خدایی نیست که بگه که آقا تو خوشی نکن، نمیدونم پارتی نکن، همه چی خدا برات آزاد کرده، ولی اینی قانون زمینی میمونه که تو نمیتونی اسلحه ورداری بری همه کسو بزنی بگی خب من آزادم.
همچین چیزی قانون به اجازه نمیده. خدا میگه نکش، زنا نکن، دروغ نگو، سر مردم کلا نذار، با مردم آنست باش، با مردم یک رو باش، سعی نکن به چشم به همسایه پول همسایه بدی، به زن همسایه بکنی. خدا بهت میگه که میخوام آرامش و نجات امسال برات بیارم. در خداوند میگه، در میگه شاد باش، در مسیر رشد کن و آنچه گفتم عمل نمایید، در سل صفا زندگی کنید، خدا که سرچشمه محبت و آرامش است با شما باشد. آمین. امروز دست نیازتون به سوی این خدا دراز کنید و از این خدا بخواید طبق کلامش، طبق وعده‌ای که خداوند در انجیل به ما داده، ایمان داشته باش که خداوند خدای آرامش، خدای نجاته. امروز بگوی عیسی مسیح خداوند، امروز میخوام که به قلبم، به خانوادم، همه در دستای تو باشه. میخوام که امروز به قلبم وارد بشی ای خدای آرامش دهنده. من در زندگی آرامش ندارم، زندگیم خراب شده. امروز از خداوند بخواه که مملکت تو آزاد بکنه. دست نیاز تو به سوی خدا باشه، نه به بت‌ها. دعا میکنم که در نام عیسی مسیح هر چی زودتر اینا رو خداوند برداره، دست شریر از ایران کوتاه بکنه، به ایرانیا آزاد بشن، به ایرانی نجات پیدا کنه، ایرانی سربلند باشه، کشوری آزاد داشته باشیم، به مثل تمام دنیا با آزادی، با آرامش زندگی بکنیم. به اون امید، اون روز، به اون روز دیر نیست، خیلی زود، به نزدیکی، نزدیکی خودتونه که یک قدم اول. ایمان دارم که خدا امسال شما رو نجات میده. دست خداوند عیسی مسیح با شما باشه. شما رو به خدای عزیزم میسپرم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درود دیگر.